20 سال پس از تأسیس شورای مسلمانان فرانسه، مقامات این کشور اعلام کردند قصد دارند سازمان دیگری با عنوان مجمع اسلامی را جایگزین آن کنند، تصمیمی که خشم مسلمانان این کشور را برانگیخته است. پس از آنکه امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه چند روز پیش از تصمیم کشورش برای تشکیل مجمع اسلامی به جای شورای مسلمانان فرانسه که 20 سال از فعالیت خبر داد، واکنش های خشمگینانه در میان جامعه مسلمان فرانسه همچنان ادامه دارد. مقامات فرانسوی معتقدند شورای مسلمانان از نمایندگی اسلام مورد نظر آنها ناتوان است و باید نهاد دیگری مطابق با دیدگاه آنها نسبت به اسلام جایگزین آن شود. این امر تصمیمی تحریک‌آمیز بود که مورد توجه بسیاری از انجمن‌های اسلامی و روحانیون در فرانسه قرار گرفت و عده‌ای نیز آن را دارای اهداف سیاسی می‌بینند. دو ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری، مکرون به دنبال به دست آوردن آرای جناح راست افراطی است که به دشمنی با مهاجران و اسلام مشهور هستند. عمادالدین همرونی، استاد جغرافیا و علوم سیاسی در این باره گفت این موضوع به طور خاص برای محدود کردن آزادی‌های شخصی مسلمانان فرانسه است و این همان چیزی است که اکثر انجمن‌ها و مؤسسات اسلامی اینجا در فرانسه می‌بینند و این قانون در واقع در خدمت کمپین انتخابات ریاست جمهوری آینده امانوئل مکرون است. از سوی دیگر انجمن‌های اسلامی نسبت به خطر افتادن در دام تحریک مقام‌های فرانسوی هشدار داده و خواستار زبان عقل و گفتگو هستند. به نظر می‌رسد جامعه مسلمانان فرانسه نقش تعیین کننده‌ای در نتایج انتخابات آتی ریاست جمهوری فرانسه که 21 فروردین 1401 برگزار می‌شود خواهد داشت و احزاب مختلف در تلاش هستند تا نظر رأی دهندگان را چه از طریق جلب مشارکت و چه با هدف قرار دادن آنها جهت‌دهی کنند.